Bismillahirrahmanirrahim. Hadisi si haftum targhib wa da'awat ba korhoy nek. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala qal inna Allah ta'ala kataba alhasanati wassayyi'ati thumma bayyana dhalik فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف از ابن عباس رضي الله عنهما از رسول الله صلى الله عليه وسلم روایت است که آن چیزی که از پروردگارش تبارک و تعالی روایت میکند که الله تعالی فرمود البته الله نیکی ها و بدی ها را نویسته است. سپس آن را بیان نمود. پس هر کسی که قصدی خوبی نمود و آن را انجام نداد، الله تعالی برای او در نزدش یک نیکی کامل می نویسد. و اگر قصدی نیکی کرد و آن را انجام داد، الله تعالی نزد خود 10 نیکی تا 700 برابر تا چند برابر بسیار برای او می نویسد. و اگر قصدی بدی نمود و آن را انجام نداد، الله تعالی نزد خود برای او یک نیکی کامل می نویسد. و اگر قصدی بدی نمود و آن را انجام داد، الله تعالی یک بدی برای او می نویسد. این حدیث را امام بخاری و مسلم در صحیحشان با این لفظ ها روایت کردند. فایده های حدیث. فایده اول، اثبات نویستن نیکی ها و بدی ها. فایده دوم، البته از فضل الله تعالی دو چندان ثواب نیکی هاست. فایده سوم، از عدل الله تعالی از که در بدی ها زیاد کرده نمی شود. فایده چهارم، البته الله بر قصد نیکی ثواب می دهد. هرگاه به آن عمل هم نکند، به نویستن آن یک نیکی کامل است. فایده پنجم، البته کسی قصدی بدی کند و آن را برای الله ترک نماید، برایش به سببی ترک آن یک نیکی کامل نویسته می شود. فایده ششم، در اجرای نیکی ها ترغیب نمودن و از اجرای بدی ها ترسانیدن. الله سبحانه و تعالی به فضل و رحمتش ما را مغفرت نماید. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.